تقریبا همه قاتل هایی که وارد اتاق بازجویی میشن از اینکه اصلا قصد کشتن مقتول رو نداشتن میگن و اصرار دارن که اون قتل فقط و فقط یک اشتباه غیرعمدی بوده، اما واقعیت چیز دیگه ایه. توی این اتاقهای بازجویی موجودات ترسناکی نشستن که نه تنها از جنایتی که انجام دادن پشیمون نیستن، بلکه از اون کار لذت هم بردن و میبرن. توی این ویدیو قراره با چند تا از این قاتلهای ترسناک آشنا بشیم. رفقا سلام، قبل از شروع برای اینکه از من حمایت بکنی ویدیو رو لایک کن و چنل رو هم سابسکرایب. شماره 1، یانگ شینهای، هیولای قاتل. از یانگ شینهای معمولا به عنوان نماینده ترسناک ترین قاتلان سریالی در جهان توی کشور چین یاد میشه که برای چندین سال به یکی از فراموش نشدنی ترین کابوس‌های شرق آسیا تبدیل شده بود. یانگ لقب هیولای قاتل رو به خودش اختصاص داده و جنایاتی هم که انجام داده فقط از دست یک هیولا برمیاد، نه یک انسان. این قاتل زنجیره‌ای شبها وقتی که همه خواب بودن وارد خونه ها می شد و هر کسی که به دستش می رسید رو با تیر، قیچی و بیل سلاخی و تیکه تیکه می کرد. یانگ به انجام دادن 67 قتل و 23 تجاوز جنسی بین سالهای 1999 تا 2003 اعتراف کرد و فقط خدا میدونه که چند تا آدم بیگناه دیگر رو هم به بدترین شکل ممکن کشته. هیولای قاتل بالاخره توی سال 2004 بعد از تفهیم اتهام و محکوم شدنش توسط دادگاه اعدام شد. شماره 2، الکساندر پیچوشکین، قاتل شطرنجی. الکساندر که بیشتر با لقب قاتل صفحه شطرنج یا قاتل شطرنجی شناخته میشه، یک آدمکش روسی بود. الکساندر یکی از ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهانه. به این دلیل این قاتل به قاتل شطرنجی معروف بود، چون میخواستش که با کامل کردن صفحه بازی شطرنجی 64 نفر رو بکشه. قاتل شطرنجی قربانیاش رو از افرادی بی خانمان روسی که کنار خیابونها میخوابیدن انتخاب میکرد. الکساندر اول جمجمه قربانیاش رو با چکش میشکست و بعد بطری‌های ودکا رو توی سوراخی فرو میکرد که روی جمجمه هاشون ایجاد کرده بود. اون به خاطر قتل 49 نفر دستگیر شد و در نهایت اعدامش کردن. ترسناک‌ترین قاتل سریالی رو توی انتهای ویدیو بهت معرفی کردم، پس حتما تا انتها همراه هم باش. شماره 3، دانیال کامارگو باربوسا، قاتل باهوش. دانیال یکی دیگر از مخوف‌ترین و ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان بوده که توی آمریکای جنوبی زندگی می‌کرده. دانیل که با لقب سادیست چنگیتو هم شناخته می شد، صدها دختر رو توی کشورهای مختلف آمریکای جنوبی به قتل رسوند. طبق تحقیقات پلیس، تصور می شه که دانیل به دهه های 70 و 80 و اوایل دهه 90 میلادی به بیش از 150 دختر جوان تجاوز کرده و اونها رو به قتل رسونده. جالبه بدونید که به دانیل قاتل باهوش هم میگن، چون اون خیلی با دقت و ظرافت خاص به سراغ قربانیهاش میرفت. به خاطر همین هم بوده که بیشتر از 2 دهه طول کشید تا دستگیرش کنن. شماره 4، پدرو لوپس، هیولای آند. پدرو از جمله ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان به شمار میره که توی آمریکای لاتین زندگی میکرد. پدرو به خاطر جنایت‌هایی که در حق صدها دختر کولومبیایی و اکوادوری انجام داد به هیولای آند معروف شد. حد زده میشه که بیش از 200 نفر با دست‌های هیولای آند به قتل رسیده باشند و جنازه‌هاشون هم به طرز وحشیانه‌ای از هم جدا شده باشه.
نکته تلق این داستان از ترسناک‌ترین قاتلان سریالی جهان اینه که پدرو با وجود همه جنایت‌هایی که انجام داده بود توی سال 1998 آزاد شد و در حال حاضر هم معلوم نیست که کجا قایم شده. به عقیده بعضی از بومی‌های اکوادور، هیولای آن هم هنوز شب‌ها مثل یک موجود ترسناک به شکار آدم‌ها میره و اونها رو به شکل هولناکی به قتل میرسونه. شماره 5، جو متنی، سازنده همبرگر با گوشت انسان. جو یکی از نفرت انگیزترین و ترسناکترین قاتلان سریالی جهانه که از گوشت افرادی که میکشت همبرگر درست میکرد. وقتی که پلیس آمریکا جو رو در سال 1996 حوالی بالتیمور دستگیر میکنه، فکر میکنن که اون 3 نفر رو به قتل رسونده. البته این واقعیت وقتی که خودش به قتل 10 نفر اعتراف کرد معلوم شد. نکته ترسناک ماجرا اینجاست که جو نفرت انگیز یک آدم خار واقعی بوده و با گوشت قربانیاش همبرگر درست میکرده و به مشتریاش میفروخته. شهرهایی که از شدت ناامنی نباید پا به اونجا بذاریم. موضوع ویدیو فردا در این مورده. پس این ویدیو جذاب رو از دستش ندید.